کردی؟ خبر مرگت لنگ زوره. دعوا شده عزت خانم تو قهوه خونه حسن گشنه. با کی با کی؟ با قاسم آدماش با سه تا نداشای عبدالله قمی. بفرمایید اینم سه تا نون شما. در خدمتم خوشگل خانم. میدونی دعوا شده فاطمه خانم رابندونه. چند تا نون میخواین؟ چهار تا میخواین؟ بله قاسم آدماش با چهار تا داداشای عبدالله قمی دعوا کردن. بفهمین اینم چهار تا نون خشک و خمیر. بفهمین شما. یک و دو و سه و چهار و اینم پنج. وا چهار تا نون دادی؟ چرا پنج تا خط کشیدی؟ یه نونم داداش صبح که میرفت مدرسهش گرفت گذاشت تو کیفش. نوکره تمام. ما که مردم از گرسنگی کدام گوری هستی آخه؟ دعوا شده محمود آقا رابندونه. دعوا کجا؟ قهوه خونه حسن گشته. قاسم آدماش ریختن سر چند تا نون میخواین؟ پنج تا بابا. آره ریختن سر پنج تا داداشای عبدالله قمی. سر کی؟ کی زده؟ کی خورده؟ کی در رفته؟ قومی ها میگن عبدالله زده، خودی ها میگن قاسم، اما من میگم هنوز معلوم نیست، غروب معلوم میشه. آره خیلی خب بابا به ما چه بده بینی؟ میام تازه باشه با اینم تازه. آه قربون دسته. یک و دو و سه چهار پنج و اینم شده. نونیه نونی نونیه سلام علیکم. بیام یک و دو این شیش تنومه تو قهوه خونه حسن گشته دعوا شده. قاسم آدماش ریختن سر شیشه داشای عبدالله قمی که بزن بزنی. بزن این قضیه همدیگه رو بزنن تا چشاشون هفت شه. به من چه مربوطه؟ آره به تو چه؟ ولی خب به ما چه؟ ببینم. ها؟ بلیطا چی برده؟ پنج برده پنج تومن. عباس یه خال کم داره. نونیه نونیه. مریم خانم خانده ها چه سید خان خونه نیست؟ نه نیستم. ده نباشن ما چاکریم ها. نخیال کنین ها از خوز خونه صبح تا از اون غروب چاکر ها داشت. خیلی زود اومده یه تومارم تعارف سرم میکنی. نه به خدا دعوا شده خانم دنبال داشت میگشتم و ما شیختن سر چند تا نو میخوا؟ یه دونه بله سر عبدالله قمی تک و تنها لط و پارش کردن. دعاشتون واسه وساطت لازمه. سید خان خودش همه چیزو میدونه. میدونه؟ باشه حالا که میدونم هم خیط نونو بکشیم. یه دفعه بهت گفتم بابت هر خط اضافی که میکشی یه گوشتو میبرم. آه راست میگه. یه دفعه گفت بابت هر خط اضافی که میکشم یه گوشمو میبره. آدمی یه گوشم که خبر نمیتونه به مردم بده. تاکش میکنم نونیه. نمیدونم جریان دعوا به کجا کشیده. الان دیگه طاهر خان سید خان هر جا باشن خبر شده و رفتن سر دعوا. اونها هستن آقا مثلا که خودشون دارن میان اینجا. سلام زندگی ما به هم ریختن. بریم تو بریم چه بساطی های با موسیقی
باز چی شده قاسم؟ نکنه بیجا چرید یا عرف حرز خوردی؟ هار شدی سک سیرات. سید خان، تایر خان، همه میدونن ما هفت برادریم و کاریم به کار کسی نداریم. شش ماه پیش این مهدی که پاش کت تو کفش داشت کوچیکه ما رضا بردش پای چراغ نگاری، گفتم کاسبه، زن و بچه داره، ولش کن، کشیدش تو خونه های اونجوری. سه ماه قبل بردیم خوابوندیمش ترکش دادیم. باز از هفته قبل این کفتار و لاشخوراش پیداشون شده. حالا نمیدونم چی کار باید بکنیم. پولشو میخواد، میخواد تنها بپره، باز چی بهش نمیدیم؟ به تو چه ناکس، مای تو وکیل مسی مردمی؟ تنها بپره که بیاد بشینه رو بوم تو و تخم طلا واسه بذاره؟ اگه ما وکیل مسی نیستیم خودت هم نیستی. آخه من دو سرقاف نیستم مثل تو، تو صفه زنهای بدبخت مادر مردم لقمه بر نمیدارم. تو بی برو عبدالله، داشت هم ببر، یه خود از حرفات با این یارو مونده که من باز با زبون محلی بهش حالی کنم. آره عبدالله، تو بی برو باقیشو بذار واسه سه طبیب. رضاتونم ای خواست دوباره تنها بپره به خودم بگو پرش قیچی کنم. چکرتم تر خان، داشت من در بس نوکرتم. بریم بچه ها، بیرون، قربون شما، قربون شما، خدا حافظ. حرمت دست خودت سه طبیب، پا پیچ ما نشو، واسه گرون تموم میشه. آره دفعه قبلا واسه من خیلی گرون تموم شد، 530 تومن پول تخت و دوا درمونشو دادم. اما قاسم من نمیدونم تو این رو رو از کجا آوردی. من رفتم سه دبیب، وقتی کار تموم شد بیا باغچه غلام باهات حرف دارم. باشه خداحافظ. خودتو قاطی نکن سه دبیب. تنهاش نذار، سیده با اونا تنهاش ممکنه بخیا قصری داره واسه من وایستم اونجا مرتضا، سید خودش یه ایلشون حریفه. نه بده یکی از تنها رو هم بح بح اینجا درشت ناخونی شده این یکی این بی غیرت ها بگو به کس کار این محله کاری نداشته باشم. فهمیدی؟ چشم دبی دفعه دیگه نوبت طاهره، اونم مثل من خونه تکونی نمی کنه. مال اون یه خود فرق داره، بستری شدن و بخیه خوردن و رو لگن نشستن داره. فهمیدی؟ بله سه دبی. چشم، خدا عمرت بده سه دبی. اگه شماها نبودین اینا مردم رو تو این محل به آتیش می کشیدن. مرگم، من دارم میرم پیش طاهر باغچه قلوم، تو هم یه سر بزن به خانم جانو بگو طاهر شب دیر میاد، خودت هم شب پیش خانم جان بمون. چشم داداش جون. زار و زندگی رو بیار. چیزی نداریم که گفتنش واسه همیشه میگفتم نه نداریم، واسه اینکه هر وقت میخواستم بهت بگم سنگین میشدم،
بخار هوا میشد و سردلمو میگرفت. پف کن بخارا برم، بگو ببینم چته. بگو دیگه طاهر. میگم راجب مریمه. مریم ما؟ آره. خب مگه مریم ما چی شده؟ ده بگو. حالا میگم. داداش نمیشه، گفتم داداش، واسه این که ملتفت بشی طاهر. اما سید ما داداش خونده ایم. مگه فرقی هم داره؟ اونم به تو میگه داداش، مگه نمیگه؟ مریم رو میگم، اونم صدات میکنه داداش. مگه میشه؟ از پارسال دیگه به هم نمیگه داداش. نه که بسه دیگه بد مصاب، اینقدر پیله نکن. پیله واسه چی؟ من حسابایی دیگه میکردم طاهر، کلی جدا از این حرفا. حرف بی رب نبود سید، حرومی هم تو من نیست. حرف حرف خدا و کلوم کلوم رسول خداست. تو چطور میتونی شوهر آبجی من باشی؟ چطور میشه خانم جان مادر شوهر مریم باشه؟ اون جای مادر مریم بوده مشتی، یه عمر بوده. از وقتی ننه خدا بیامرزم مرد 16 ساله. آخه مردم چی میکن؟ اکبر شله داییم، اون که اسمش رو خشت چهار محله گردشین شهر مونده چی میگه؟ مگه میشه طاهر؟ بیم سید حبیب، درزش بگیریم بهتره، نشرفته حساب کن. مگه میشه؟ میشینم تا از تو رجم بریزه و تموم بشه، اما باقی حرفا فرق داره طاهر. نشنفته حساب کن سید. خون ما مال توه، خودت بهتر میدونی که هست. نوکر تبالی حالا شو.
قاسم آقا دونه دونه خونه ها را دارن سر میکشن پاتیل پاتیل هم جفتشون خب آتی به من میکن آخه دارن میان اینجا قاسم آقا چرا معطلی سید اومدم بابا اومدم چیه بسر؟ اینجا خودت میدونه خودشه بفرما مرگ ما بفرما جون ما بفرما بیادی بفرما همونجا جا خوش کن کی بود؟ کسی دیگه؟ نه بابا کسی جرعت نمیکنه آخه ما تو خودمونه من اینم آره آره بابا با کسی هم کاری نداریم نه خود میکنی با خورا بره جیرمون هم آوردیم محتاج خلق نشی اشکر بزن بزن برو 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 جونم این کم بمیره بخور خیلی بزن رو شش فدا نوشه جونه با چی رفت تو سه نو کردم بزن انگوش انگوش بزن نمک نمک انگوش قربان تو سلامت نوش نوش وای خدا مرگم بده تیت خان و دایر خان اومد مینا اختر پاشیم بیایم ببینیم کی اومده خدا مرگم بده کورشم الهی تیت خان تایر خان میکفتیم گاب میکشتم حلاشم الهی بعد قرنی اینجوری منت میذاری بابا ما چه صفره نخواستیم همین چه خوبه ما چه گفتیم با کسی کاری نداریم تو خودمونیم جیرمون هم آوردیم مینه درسته ما تو خودمونی اختر مینا هنگامه پاشیم بیان یه صفره بیاریم باز چی کوچ کردیم قربت یا یه ایک بریم ما گفتیم کس بره تو بتوارگم اینجا بگه بیشین تا گورشون رو گم کنم اگه حواظ کنی ببینی اونجا چه خبره چشاتو در میارم هرچی شما بفرمایید قاسم آقا اما اگه اجازه بدین من برم یه جوری دست به سرشون کنم خیلی بهتره آخه شما که باز بهتر بدونی اگه هر شب اینجا دعوا را بیفته درشو میبندم گفتم بکمرگ ببه جان بینداخترا پشم آقا زود بکنم علیک سلام یالا زودتر اختر کجایی؟ مرگم آما خوش اومدی سلام عد باشی یالا زودتر اوه چه کردی مامان اینا کیا کجا خوش کرده خونه خانه از این بره تو کلی به ما بده کار شدی آسف همین حالا با ساکت بیشینی و طلب ما رو بدی با اجازت یه باشه کچولو فقط یه دونه یه ریزه یه عرضه لطفا حالا دیجه نوبت باز برا شده چم کنی تو کنتون رو نه فهمیدا ما رو میزانی الان خونه ایش میکنم تا بفرمی بگه بینا چی هستی؟ نفلیش کنم بیدی بینم افوش ناکه این کارا باید از کیلو فرمیگا کن هری زنده باشی قربون شما قربون شما بابا ما سفره نخواسته بودیم بابا ما تو خودمون بودیم داشتیم سفر میکردیم خاک بسترم میخوایی فردا تمام شهر رو جار بذارن که من بخیل و نظر تنگم تو هر خونه نشسته بودی واسه تو شطور میکشتن این که سفره نیست روسیا اگه قبلا میگفتین میدونستم ماما شلفتم شیرین خوب میخونه اگرم خوب بخونه واسه شما میخونه الان صداش میکنم بیاد بیرون به شما که بزرگترها ما سمون رو برداریم و بریم اون طرف اشتر ما سی خودمون شما سی خودتون خوش اومدیم
شیرین رو میخوان، بهتره باشون طرف نشی، به خصوص که دوتاشون هم هستن، تو هم که اونا رو خوب میشناسی. واسه اون نیست ماما، درم نمیخواد تو خونه دعوا را بیفته. میدونم. پاشو پاشو برو، اما زیاد لفتش نریا. پاشو خیلی باشه، منم میرم. اینطوری هم دیگر نگاه کنین که ما خوابمون میگیره. پاشو بابا، یه تکونی چیزی میزی. البته با اجازه شما صدقی نوکرتا به نمازندگان. تندرستی بیونم دختر، بیا مامان. جونو مامان، این زندگی ما رو وردار بزلم رو توخه چشم تاهر خان. الان میگم بچه ها بیان. اختر اختر بودو، یه چیز حالدار کوچ کن. جای توپول دارم لباس عوض میکنم. اومدم سه طبیب خوش اومدی. یه اسکان وسط میریزم. میری تو چشم باز خواهی تم بیری. بخرم بیا قربانه. سلام نوش. زیاد
بدم نداری. یه اتاق و یه تخت که بعد یه مدت به چیر چیر میفته، چند تا دل خوش کنک مثل این زبط و چیکسته و چند تام نوار، یه خوشونم مرد جور و جور که همیان لخ میشن و دروغ سر هم میکنن، بعدش هم میذارن میرن. آره همین هاست که گفتی، اما خوب کم و زیاد زندگی هر کسی دست خودشه. چی میگه؟ من میگم حرفم نداره، هیشکی تو این شهر گشنگی نمرده. تو نیدی حرف که میزنم پارازیت نده. اوهوک هنوی هیچی نشده آقا بالا سر من شدی؟ اینقدر زرزر نکن بتماک. خیال کردی مام از گماشون دبنگای لنگراسیم عوضی؟ بشین و چوم نخور. باشه معرفت داشته باش، حرفتو به رخ ما نکش، تنتو میفروشی، حیاتو که نمیفروشی. شما و سید خان مثل برادری؟ آره صد درصد، اگه درز داشته باشه مولا درزش نمیره. دیگه هم سوال نکن، اصلا مرد فرق نمی کنه، یعنی نباز فرق بکنه، زیلو، فرش، خلاصه کم و زیاد زندگی رو میگم، اما زن نه. زن چشش که عقلش تو چشم چطور شد توی راه افتادی؟ ای بابا تو خدا دست رو دلم نزد. ازت پرسیدم چطور شد. آخه شما اومدی اینجا عشق کنی؟ جواب اینجا. حرف منو بده. باش حالا که اصرار داری میگم، همه ماجرا از یه شب شروع شد. منم مثل همه زنا شوهر داشتم، زندگی داشتم، شوهرم هم خیلی دوست داشتم، اما یه روز فهمیدم که شوهرم معتاده. وقتی بهش اعتراض کردم گفت که موضوع رو خیلی دیر فهمید، گفت که دیگه هم مرحله نجات دادنش گذشته. همون شب بود که منو با خفت و خاری از خونه بیرون کرد و بعدش سرگردون شد. خانم کجا میرین؟ گفتم کجا میرین؟ من خودم هم نمیدونم. بفهمید کلانتری؟ نه رابیا. آخه چرا رابیا؟ منم همینطور، به جون تو خودم هم دیگه از این زندگی خسته شدم، نمیدونم چی کار کنم. تو هم بیاییم به جان بیاییم یکی هم پیدا نمیشه ما رو بشیم. تا چه نشستی ما داریم بابا، این نشست ما نمیدونم. بر بنده تون دست جان سال کنم، بنده خلاص بشن میخوری. نه بابا حالا چه جان یکی ششه، چرا اینقدر گریه میکنی؟ یا بود راه چند تی شده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ آخه شوهرم من خونه بیرونم کرده. آه نداره مال من، تقریبا هم طوری شروع شد تا زهر بشه. آی نه واقعشم برات بگم؟ نه واقعشو خودم میدونم. دوست داری بیرون از اینجا ما رو ببینی؟ مثلا کجا؟ باغ خاله. اگه خب یه وقت ما مخالفت کنه چه؟ غلط میکنه با اینم یه وارو.
برسون، سوخت. بعد بعدش مال ماست، اخلاق و کلیات دین مال ماست، اصل و رسوم مال ماست، پاکی و سر تو خود کردن مال ماست، عشق و کیفش مال آقاست. سکه این مصطب بعد بیارد شکر. یه چیز بهتری بزنیم بابا، خفه شدیم، ده بجنبین. بابا یخت عرق نیست بخوریم. اوی مشتستم، تا فهمیدی از ما چیز نیمواسه اعتصاب کردی صاحب جمال، بیریزدی که ماسکیارم رد کن. شما نمیدونی سه طبیب این حرف واسه من یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگو ما بدونی. اما اگه... اگه چی؟ چرا حرف نمیزنی؟ آخه من از شما میترسم. انقدر شما شما نکن، همون تو خودشه. حالا بگونم چی میخوا بگی؟ اگه راست راستی نگفته باشی و منظورت خیر نباشه چی؟ یعنی میگی ما دروغ میگیم؟ نه نه به خدا نه، من نمیخواستم یه همچی حرفی بزنم. یعنی غلط میکنی؟ ما دهنمون حرف میزنی، بعد رو گفتیم دیگه تمومه. وای که الهی من فدات کنم. بسه سر صورت ما رو بسه. گوش کن، فقط ما باز خودمون خط و قانون داریم. آره میدونم. پس گوش کن. خوش بیا، خوش که آشنو این هیکر والده دخترها یه جای تر تمیز بگو واسه ما جور کنم. میخواییم بی درد سر بخوابیم، هر کسی هم وسط خواب سر از زخم خواب ما دراره خونش پای خودشه. شیر فهم شد؟ زود باش بلند شو اینا جای تایر خانو بده. چشم بیبون مثل این که امشب به چیزی نماسه. بگو امشی هم بزنه. حالا یه چیز ملایم بزن، موزیک خواب. بخور مادر جون. خانم جان دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه، نمیدونم چی میشه. نه ترس مادر، من هر دوی اونا رو مثل آیت الکرسی از بحرم، میدونم الان چی میگن و چی میشنفن. خود طاهر خانم دیروز صبح که من در واسش وا کردم گفت دل شور میزنه، گفت نمیدونم سیر چی جواب میده. خب معلومه که اولش میگه نه، اون اگه بگه نه دیگه نه میمونه. خانوم جان هیچی نمیتونه نه خانداداشم رو آره کنه. چرا؟ میتونه و کرده. کی؟ خودم. یادت یه سر قضیه پسر رباب سلطان حمومی داداشت میخواست تیکه تیکش کنه، کی بود که واسطه شد؟ و خب بله خانم جان، اون از شما خیلی حرف شنوی داره، اما سر این قضیه شامتو بخور مادر، سر این قضیه هم داره. چیه؟ حالت خوب نیست تاهه؟ طوری شده؟ سرما خوردی؟ آره، پرت پرتم. تو گفتی میخوای چیکار بکنی؟ میخوام عقدش کنم، آب تو به سرش بریزم. Thank you.
میگیرم سه دقیقه یه جانی گردم من یه مسل بخرم بخورم، اوزام خیلی بده. تو نمیری پرت پرتم، حالم هیچ خوب نیست. گفتی میخوای عقدش کنی؟ آره بابا آره، همین امرو؟ همین الان. عجله کار شیطونه با، اما نه تو کار خیر. نیگرد سه دبیب، نیگرد من یه دونه اون قرصای جوشی بخرم بخورم، اوضاعم خرابه. نیگردار زیاد خوشش نیمه. تعمل کن بالاخره خوشش میاد، قلبش مثل آب چشمه صاف صافه. بفرمایید دکتر جان. اول نگاه کن ببین تو اون بنزه یه زن میبینی یا نه. بله یه زن و یه مرد. با تصورات الکل نی، یه مسل بده به من، یه قرص سردرد، دو تامان قرص جوشی ها، یه لیوانم آب. اگه خواهرت بگه نه چی؟ سعی کی باشه، تو انگاری با بچه مدرسه یا حرف میزنی؟ سلامتید. بیا دکتر جون باقیش هم بده به شاگردت. خیلی ممنون آقا. حلقه ها را مرحمت کنی، مهنون حلقه که نمیشود جانم. بعد میخریم بابا. نمیشود آقا. ای داد، همه جا گرفتار این حلقه هست. این میشه آقا؟ البته که میشه. الله اکبر، بیریز که طاهر طاهر بشم. بس نشد؟ ملاجم شد این یخ در بهش. صد خط صد ملت رو بخونی، خط قسمت و مادر نمیتونی بخونی. ایوه مریم رو بگو چی بگم؟ تفلک از سوطاله از بس گریه کرده داره کور میشه. نمیدونم مادر، نمیدونم چی بگم. مثلا تو رفتی باهاش صحبت کنی زن بگیری، نه رو به تو گفت، خودش زن گرفت. نه نه من میرم یه خود شیرینی میرینی دست با کنم، اینا غروب میرن. خوب نیستش که دست خالی بریم بعد رقشون. ببینم حالا چند وقت خیال دارم بمونم. خودش که میگه ده روز، همه چشو بچه های مشهد که به اون بیفته برگشتنش دیگه با خداست. مگه اونجا هم دعوا معوا کردی؟ چقدر سوال میکنی ننه؟ خب دوست آشنا داره دیگه، از زیر بطه که عمل نیومده، دورش میکنن مثل بچه ها، هی سوال میکنه. از زیر گل بری که انقدر بد اخلاقی، نره خر. بابای خدا بیامرزش با آدم گل میگفت و گل میشنفت. این به اون دایی پدر سوختش رفته. ما سفره های مشهد سوارشن آقایم. حواسه جمع مریم باشه تاهه. باش آری وقتا کچ خلقی میکنه. گفتم بیاد پیش خانم جان تا من برگردم. ده یه چیزی بگین آخه، ناسلامتی اومدی مسافر بدرقه کنی. خیلی خوب زود برگردی. آره زیاد نمونی، زود برگردی، دلمون تنگ میشه. این هم نمیگفتی طوره نمیشد. بده من بیا یه دیدم بر رینگا بزن. برو بریم بابا. بفرمایید بفرمایید. با آدم میزونه یا نه؟ بفرمایید بفرمایید آقا. بجام بریم. بفرمایید آقا. کار دارم. خب تاهه یه سر به دایی اکبر بزن، بگو برگردم میرم دست بوسش، یادت نره ها. نه باشه. خداحافظ. خداحافظ خانم جان. به سلامت. یا علی. با امید خدا. خیر بشه. آره دایی، این ده پونزه روز رو بهتره تو خونه تو باشیم. آخه میدونی یه عمر من و سید آنی از هم غافل نبودیم، حالا مریم خونه ماست، ملت هم که ملت یک کلاغ چل کلاغ هم. بهتره تا سید برمیگرده ما اینجا بیفتیم. باشه، خونه خودته، فکر درست حرفت هم حساب تاهه. کار از محکمکاری عیب نمی کنه، فقط دلم یه خود شور میزنه. آخه یه چیزایی شنید. بابت چی دایی اکبر؟ بابت این قاسم آدم راحتی نی، میترسم کار دست سید. سعی کی باشه دایی؟ اون ترسش تنهایی دست به آب نمیره. میدونم، اما همیشه از اونایی بترس که از همه ترسوترم.
بفرماییدم چایی شما اون داد چایی هم از شما یه قلیون هم شما بیر من شد درست ملان میرده یه چایی هم بری لبه هست بیرم چایی شما خواهم کنم یه دولار رو بفرست دنبال نون فروشه ببین چی میدونه باشه ده چایی بیار بعد مستد نونیه مرتضی بایسته کارت دارم وایسا از بس دنبال دویدم لعیمم واشد مک تو کری چه خب صدا چی میخوای؟ دوتا نون یه خورده هم خبر چه خبری؟ از سید من هیچی نمیدونم نونم ندارم ای خره عوضش منم یه خبر دست اول نابت میدم راجعه پسر آجمیتی رشتی میدونم که آبتیشو میخوای بابت این خبر یه چیزایی میتونی ازش بگیری چه خبری؟ ده نشد خر خودتی اول خبر سیدبی بعدم خبر پسر آجمیتی سیدخان رفته مشهد با عیاله اینو که ننه مشتاسخرم میدونه پس دیگه چی میخواد؟ طاهر کجاست؟ قضیه با غلام چی بوده؟ طاهر خونه دایی اکبره وقتی هم دیشب من رفتم واسه غلام نون ببرم باق گفت طاهر مریم خانم از سید خواستگاری کرده داغ اونم گفته نه چه گفته نه آره حالا خبر پسر آج عبدالله رو بده ببینم از تو زندون یه خبر دست اول واسه دوردم که اون تو احسال گرفته حالش هم خیلی بده با عبدیش بگو بره دیدنش ثواب داره چی شد؟ ایچی آدم میایی سراغ ما بی معرفه گذر بوز به دباخونه میافه نونه طاهر تو باشه قاسم آقا نه نیست اون خونه دایی اکبره اگه یه هویات چی؟ از یدولار بازچی واسوندیم سر کوچه
هیچ خبری نیست. بسن بریم. بریم. مادر تو که منو دیگ ماه کردی، بگو چی شده؟ از روزه خونه طلعت خانم برگشتم، دیدم چراغا خاموشه، صدا کردم صدای ناله اومد، چراغ بادی رو روشن کردم، دیدم مریم وسط اتاق افتاده. مادر خب مریم افتاده بود وسط اتاق، آخه واسه چی؟ بچم سر نماز بوده، بیشرف و سر نماز اومدن سراغشو، برخا رو خاموش کردن و ریختن جارو سب نجفر. حالا جواب سیاد رو چی بدم؟ مادزده بود و عشق ریخت، حالش بد بود، گذاشتم گریه کنه، داشت میترکید، گفتم کیا بودن مادر، فقط سرش رو تکون داد که نمیدونم. مصیبت دیدم بره از دست میره، اومدم دنبال تو، حالا هم که نیست مادر، گذاشته رفته. به دادم برس باید بازم به دامنه، یه کاری بکن مادر، بلند شو. خدایا خودت قبول کن، خدایا رو سفیدش کن، هر مکافاتی که تقاضاشه واسه من ببر. اون در به دریو بدبختی زیاد کشیده، از گناهاش بگذر آه خدا. بابا ما اینو تای محله عربا شنفتیم، دیگه همه شهر فهمیدن که طاهر گفته آبجیتو بده ما، سیرم گفته ناچ، برم با زنش رفته سفر. حالا گند کار در اومده که طاهر بله با دختره رین تن تن، یعنی ریتی تی، یعنی چیشتان بالا کرده، دختره تفیه هم گذاشته در رفته. آخرش سرتو بالای زبونت میذاری؟ من که دروغه، بوق برداشتن هی فوت میکنن، ما علی ما بلی، خودشون از همه بدترن. مگه همون سید نبود که شیرین مامان فخری رو گرفت و برد؟ اون غیرت داشت، پشتر ناموس مردم حرف نزن. پاشیم بابا، اصلا به ما چه، شر شر اوناست، فقط انقدر پشتر ما بربر زیادی نکنی. شما که تا خرخره خودتون تو لجن فرو رفتین، گربتی های در بده. خدا یا کمک کن نجا خون را بیفته. نونی نونی شکرم وظیفت. ببینم چیه؟ دوست داری یه خبر دست اول از پسر حاج میتی بهت بدم؟ یوان ما نونی نونی
خدایا چیکار کنم؟ چی خاکی به سرم بزنم؟ دختر بیچاره کجا رفته؟ کاش پام شکسته بود از خونه بیرون نمیرفتم. کاش بسه بسه دیگه مادر. کسی خونه هست؟ بفرمایید تو. فاطمه خانم. خانم جون سلام. سلام طاهر خان. سلام. سلام خانم جان، اومدم بهتون خبر بدم. من صبح زود رفته بودم امامزاده. خب. مریم رو دیدم که کنار زری از بس گریه کرده بود از خواب رفت. حالا اون شانس؟ لابد با اون حال روز کجا میتونه بره طاهر خان؟ من میرم سراغش مادر. خیلی خوب برو. مریم به راه شده. مریم و فاطمه خانم پیدا کرده. تو امامزاده بوده. سلام فاطمه خانم. مریم و فاطمه خانم پیدا کرده. ببینم شما یه خود فاطمه خانم هستی؟ چند تا نمره هم بگوری؟ اکبر که این دوتا جوان همدیگر رو میخوان. سید نه آورد، طاهرم که خلقش رو خودت میدونی. کدوم نامسلمونی بوده دست و مریم بلند کرده؟ کی بوده؟ اکبر اینا چیزی که دارن دشمنه. تو هر محل زیر هر تاقی پای هر گود چند تا حسرت به دل نشستن اینا رو بچزونن. دایی طاهر اومد. سلام علیکم. سلام. سلام مادر. خوش بارو خونه ننه، مریم رو بردم خونه. دو کلون با دایی حرف دارم. باشه. یا علی خدا گذشت بر سلامت آب جی. بفرما طاهر خان. بفرما. خب حالش چطوره؟ خوبه خوبه. خب طاهر چی میخواستی بگی؟ درست مثل این شده که مریم رو به دست خودم و با تیغ خودمون پرپر کرده باشی. حالا باز چی کار کرد؟ من باید گردن بگیرم دایی. من باید بگم من این کارو کردم و همین فردا عقدش کنم. سید چی میشه؟ یا باید سیدو بخوایم یا آبرو حیثیت مریمو. من گردنم میگیرم پهلوان، اما فقط واسه خاطر خود مریم. دلم از سید پره. نمیدونم، اگرم تو گردن نگیری دختره انگشتما میشه، یا خودشو سر به نیست میکنه یا زبونم لال مایه یه عمر ننگ میشه. آره اما یه شرط داره دایی. چه شرطی؟ تو باز از همین حالا بیای خونه ما بمونی، تو اتاق وسطی، میون اتاق من و اتاق مریم. نمیخوام پس فردا سید خیال بد بکنه. دختره رو برداره باز خوده. معنی برادر خوندگی رو فهمیدی؟ بازم میگه اینا حرف مفته. ایک بری ولکم ها بسه عشق کنی. نرود میخواهن این در کله کچره. سب کن سب کن تا خود آسد حبیب برگرده و وقت خبرهایی بهش بدم که بزک نمیر، بهار میاد، کمپوزه با خیار میاد. حالا دیگه کار اونا به جایی رسیده که تو هوا خواهشون شدی. آره سب کن سب کن حبیب برگرده. فقط به خودش میگم، فقط به خودش. آره شاید که بخور یخ میکنه. Thank you.
یهو سر زده بریم تو خونه، همه ماتشون میبرن. آره طاهر باورش نمیشه ما سر در سلام سید خان. نوکرتم. چی میخواد؟ عرض دارم سید خان، دیروز غروب تلفن کردم به مشهد واسه عزیز حاج حسین، عزیز دوغ فروش رو میگم، گفت شما امروز وارد میشین. خب نوکرتم دیگه سید خان، به ناموس مادرم، ما اگه یه وقت دست از پا خطا کنیم منظوری نداشتیم به اوفاز. نوکرتم چرا انقدر نوکرمی؟ واسه اینکه یه خبری برات دارم، شما یه دقیقه اجازه بدین. به امام حسین دروغ نمیگم، از هر که میخواییم بپرسین، دایی اکبرت هم میدونه. اگه دروغ گفته باشی تا شب جنازتو میذارم تو مردشون خونه. دروغم چیه؟ به حسین دروغ نمیگم. آقا شاگری کنید، راویوف بریم که بدبخ شده. چی شده؟ مریم طاهر نتونست خودشو نگه داره، اون نامرد. راویوف بریم. آبجید زن طاهر شده آخ سه طبیب. الهی فدات بشم مادر جون، اینقدر گریه نکن، جگرم خون شد، تمام ریش سفیدا جمع شدن که کار تو رو درست کنن. گریه نکن مادر، آفرین دختر خوبم، بسته دیگه. حالا چی کار میخواین بکنین؟ اون هر دقیقه ممکنه بیاد و اینجا رو به خون بکشه. یکی باست بره باش صحبت کنه. من خودم میرم. نه کار تو نیست، بذار خودش بیاد اینجا، سید خارزاده این منه، بذار خودش این دیوار حرمت رو من خراب کنه. من نمیدونم چه دوره ای شده بابا، همدیگر رو میخواستن، عقدم که کردن. نه صحبت سر این حرفا نیست باقی خان، صحبت سر اعتقاداته، اعتقاداتی که اگه نباشن ما هیچی نداریم. باقی خان شما با زحمت بکشین و بهش بگین بیاد، بگین سر از اون بیاد، تو دورخونه صحرا منتظرش. خوش شرعن که خلاف نکرده سید حبیب. خلاف نکرده؟ اون اعتماد رو از بین برده، سنت مردونگی رو خراب کرده. حالا واسه من از کلاه شرعی صحبت میکنیم که دائم سر هم میذارین؟ حرف مرد دین مرده، قانون مرده، شرف مرده. وقتی خلاف باشه همه چی خلافه. خودت هم خلاف کردی سید. بله کردم، اما با کی؟ مگه فرقی هم میکنه؟ البته که فرق میکنه.
مهم اینه که آدم به کی قول میده، با کی قرار میذاره. باقر خان همون از اون زور میرم دیدنش. یه عم خدا خدا میکردم هیچ وقت یه همچین زوری پیش نیاد، اما اومد. تو چته؟ باز چی گریه میکنی؟ گفتم چته؟ باز چی گریه میکنی؟ من نمیدونم که اگه تو نباشی وای خدا کجا باید برم؟ بشین اینجا. چی میخواستی به ساید بکنی؟ یه خبر داشتم میخواستم بهش بگم، بهش بگم. بهش چی میخواستی بگی؟ همین جریان آبجیشو میخواستم بگم. چی میخواستم بگم؟ در فوت اگه درو بگی مخت میرسم تو دهنت. جون بکن چرا میزنی بابا؟ چند نفر من به خدا دروغ نمیگم. آخه خودش به من سپرده بود زیر زبون آبجیشو بکشم وقتی واسهشون نم میبرم. سید خودش گفته بود؟ آره به خدا، به کی قسم خودش گفته بود. جون از قنقا دروغ نمیگم. خیلی خوب، امروز تا غروب همینجا پیش اسخر میمونی تا قدر رافیتو بدونی. باشه های اسخر. به خدا فقط یه دقیقه. آخه من دیگه نمیتونم. اون که نگفت که نرم، که گفتش برای جده. طاقت بیار بچه، یفته دندون رو جگر بذار. این تو هم که نمیشه. به خدا زود بر میگردم، اگه نرم همینجا چیز میشم. رفش رو Thank you.
مرگم بده مرتضی. چی شده؟ خاک تو سرم کنن. چرا همچی شدی؟ خاک تو سرم چی شده؟ خبر دارم، باید به ستحبیم ده سید نیست، رفته زورخونه سهرا. به من بگو، من میرم بهش میگم. نه چیه؟ اون فقط حرف منو قبول میکنه، چون مدرک دارم. تمام زندگیم خبرچینی کردم واسه امروز که بتونم یه خبر درست حسابی بدم. خیلی خوب، پاشو دیگه. اگه دیر برسی مصیبت به بار میاد. مگه اون کرد دایی؟ حالا توی علیلو برداشته آورده میونه منو خودش قاضی کرده؟ درسته، من علی. خوب اقلن این یکی یادت نرفت، اما مثل این که یادت رفته چرا علی شدم. خب من یادت میندازم، 20 سال پیش که منم مردفکم بودم، اسم پهلوان اکبر که میومد تسمه از گرده یا اون گنده گنده هاش کشیده میشد. جگر شیر میخواست که جلوی من، جلوی پهلوان اکبر بلند نفس بکشه. وقتی دیدن رو در رو حریفم نمیشن، رفتن سراغ نامردی. تخم شک و دودلی رو تو وجودم کاشتن و به این روزم انداختن. زن پاک و نجیبم و از بالای مناره پایین انداختم و خودمم پرد کردم، که به اصطلاح آبرو و حیثیت خودم رو حفظ کنم. اما افسوس، وقتی همه چیزو فهمیدم که دیگه خیلی دیر شده بود. سید، چشمتو وا کن، دیگه اون دورها گذشته، دارن با نامردی چیزه به ریشت میزنن. آخه تا کی ما باید بدون فکر تا یه چیزی شنیدیم دست به غداره بکنیم و خون و خون ریزی را بندازیم؟ بس دایی، اقا سخرا کبرا نچین، پرت و پلا نگو سید. اسم منو نیار نامرد، با من رنگ بازی نکن. خدایا منو ببخش. صبر کن، بی انصاف، همه زیر سر خودته. تو خودتو تو حرف مرد قاطی نکن. تو هم به خودت میگی مرد؟ جلوی مادرتو بگیر نامرد، نکنه میخوای پشتش قایم بشی. اونجا که یادمه اینجا جای مردا بوده. من تو گود واسدم سید. سید، به نام اون
نشان. من نمیخوام دست رو تو بلند کنم. بلند کن. بلند کن. اشتباه میکنی. رو اشتباه میکنم نامرد. که منو زر زرم بکنی دست رو بلا نمی کنم نهادم شرفتم هر دو دوال کمر بگر بگم اشتباه میکنی دوغه کشمت با مرگ دلیل یکی اجده ها با یکی نرشی نازم کاری که نواز بشه بشه تا قدیگه مرتزا یه خونه بیه بیرم تو هم بیرسا گیزه و اینم شباش عصف کنین دیگه عصفونم مجده گم گرم دوال کمر چه خبری داری؟ حرف بزن. یه خبر دارم. میخواستم وقتی از مشهد رسیدی بهت بگم، ولی با شیرین خانم بودی. بعدشم اون نامردا گرفتنم تو دکونم زندونی کرد. کیا زندونیت کردن مرتضی؟ قاسم و دار و دستش اونا بودن که مریم رو بی‌سیرت کردن. من خودم تمام جریان رو اون شب با چشام دیدم. اون شب خانم جان داشت میرفت روزه، قاسم و دار و دستش تو کوچه کمین کرده بودن. تا خانم جان دور شد،
دست ما از قبل رفتن تو خونه است سراغ مریم. سید به جد راست میگم، بعدشم بو برده بودن که من اون شب اونجا بودم، من به این روز انداختن. خب من یک کاری ندارم، خدا رو شد که تونستم قبل از مردنم بهترین خبر رو به شما برسونم. فقط مرز به تو گیر آوردیم، جای منم بزنید. خدا حافظ. خدا یادم بره سید. گوش کن، یکی باز بیرون بمونه و زنا رو بپار. آره تو میمونی. من بی تو شهر دلم میگیره سید حبیب. زندون باشم بهتره، تو بیه ملاقاتم. آره بزنم این دارو بار ناسم. دارو با نمیشه، چطور تیر برم بالا؟ تیرم نداره، از اون پنجره میرم. ما میریم بالا، تو میمونی سید حبیب. یه جوری در بره، ما هم جلوشو میگرفتیم به تون خودت. خودم هم نفهمیدم چطور شد. آخه چجوری اون سپایه رفت تو شکمه؟ چجوری نداره، حولش دادم افتاد زمین. بعدش گفت آخ مثل این که ازرائیل تیشی کشد. نه کجا؟ سید عبی همش تقصیر اوناست، تو بمیری من کاری نکنم. مادرت بمیره سید عبی. مرد تو به جده خافه شو، کجا در بیری؟ باش تو میرم باید نه مرد نه حالا شعلا تو نمی کنم. سگه مرد و سگه خبا
افتادی؟ نزن. کجا پا آخرید؟ نوری، حالا جا اومد؟ چه سفید؟ من کاری نکردم، تقدیم من دارم سیر تو نبود تقدیم تو نبود تقدیم من نبود کشمه تو چی میگیری؟ میکشمت سگ کی باشی؟ مردی بیا جلو اینطوری بکشی باریدی یا نه؟ بست تو دیگه تو نزم نه پس تو بگیرم کجا فرار میکنی؟ وایسا نامه چی میبینی جلو؟ عبدالله نزنه میخوام نصف بسونه از اون زمین وردارم نامرده رو میره پسر ولش کن به درک اون تمام زندگی ما رو از بین برده خیلی خوب خود دانی هر قالت تو داری اشتباه میکنی سید به مرگ مادرم اینا بودم من تقصیری ندارم سید به خدا من تقصیری ندارم وایسا نه مرد بایستا ببینم بایستا دستی گرد سید بیزا برم تو حسابشو برسم سب کن سید میخوام برم تو مادرشو به ازهاش بشونم مگه قرار نداشتیم یکیمون بیرون بمونه چرا قرار گذاشتیم اما تو بیرون میمونی من دیگه نمیتونم سید دیگه آب از سر من گذشته چاقوی اصغر تا دسته نشست تو سینه‌اش نفهمیدم چی گفتی طاهر؟ من نمیخواستم اونو بکشم سید به جدت راست میگم رخصت Thank you.
الان شهیدت میکنم. نه حالا که نزا اینه گربه به ناخت و گیرت بازم به دختر مردم تجاوز میکنی. آشا به مرگ شما من نبودم، به ارواح خاک بابا من نبودم. طاهر خان تو نبودی پا چه بود؟ بذارو کنار مرده که نه تو رو خدا طاهر خان من نبودم، به جون مادرم من نبودم، به ارواح خاک بابا من نبودم. چه بود؟ تو نبودی پا چه بود؟ بابا جان بده من تا نه طاهر خان تو در چالی بی کس کار بی انصاف نه نه یا جلو نه یا جلو تار خواهد نه دار آیام جلو نه مای تو به اون دختره رحم کرد کاری نکن که کار دست ببرم چی کارم میکنی ها چه غلطی ازت برمیاد یرکت بیست فوراً یه آمبولانس خبر کنین. اعتراف میشه شما هم با من بیاین. بیا سرکار. نه جواب سر با ما در اختیارتیم. بله میدونم. بفرمین بفرمین طاهر ما رفتیم سدبی مواظب بچه ها باش باش ای وقت کردی یه سری به ما بزن